همیشه در اطرافیان ما به صورت آشکار و بیشتر نهان افرادی هستند که نمیخوان ما پیشرفت کنیم و اگه بتونن حتی کوچکترین ضربه رو به ما میزنند و از سنگ اندازی دریغ نمی کنند خود ما برای این کار به اونها کمک می اما چطوری؟ کانال پاسخ سلام باعث 90 درصد این اتفاق زبان خود ماست اگر زبانمون رو کنترل کنیم زندگی ما سرشار از آرامش میشه اگه میخوای انرژی و قدرتت تخلیه نشه اگه میخوای همیشه برنده باشی اگه میخوای یک پشیمان مطلق نباشی هیچ وقت تو زندگیت رو بازی نکن همیشه آدمهایی اطراف ما هستند که برای تخریب و ضربه زدن به ما منتظر کمترین فرصت هستند اصلی ترین فرصت برای اونها اطلاعاتی هست که ما از خودمون به اونها میدیم این که چی یا کی رو دوست داریم چی برامون قابل احترامه از چی یا کی بدمون میاد برنامه بعدی زندگیمون چیه هدف خامون چیا هستند چی, هستن. چی میخوایم بخریم چه کلاس یا دوره ای میخوایم ثبت نام کنیم و غیره آشکار کردن درونیاتمون سه پیامد بد داره اولیش تحریب دومیش مورد سوء استفاده قرار گرفتن و سومیش سرقته پیامد مخرب اول تحریب اگه یه ذره بیشتر دقت کنید متوجه میشین رفتارها، عقاید و علایرتون که توسط دیگران مورد حمله قرار گرفته با اتکا بر اطلاعاتی که خودتون به اونها دادید بوده. اگر از خودمون بپرسیم چرا و به چرایی گفتن درونیاتمون به دیگران فکر کنیم واقعا به دلیل قانع کننده ای نمیرسیم. جز این که فقط زیاده گویی کردیم. اگه منتظر تایید و حمایت هستی کاملا در اشتباهید. هیچ نتیجه ای نداشته جز اینکه خوراک تخریب خودمون رو به دیگران میدیم اونها برای تخریب ما به علایقمون حمله میکنن کافیه بدونن چه هنرمندی رو دوست داریم کدوم موزیک یا ها رو گوش میدیم چه غذاهایی دوست داریم و از این دست اونها به خواننده مورد علاقتون توهین میکنن تا شما رو کوبیده باشند. سالها پیش در جمع کوچکی بودیم و خانمی خیلی اصرار داشت که اسامی مورد علاقتون رو که دوست دارید رو بچه هاتون بذارید بگید با اصرار اون خانم من یکی از اسامی مورد علاقم رو گفتم به محض شنیدن اسم دخترانه که من گفتم ایشون گفت اه اه اصلا دوست ندارم تو شاگردام داشتم این اسمو خیلی شلوغ و بی بود و ادامه داد به نظر میاد اگه دختر شما در اون لحظه وجود خارجی نداره اما این اظهار نظر میتونه تا حد زیادی همون حسی رو بده که کسی در واکنش به شنیدن نام دخترتون اون جملات از دهنش در بیاد پیامد مخرب دوم سوء استفاده است حواستون باشه توی حرفاتون با دیگران از ضعفاتون نگید مثلا اگه براتون سخت وسایل یا پولی که به کسی قرض دادید رو پس بگیرید به کسی نگید چون به احتمال زیاد یک نفر دیگه به تعداد افرادی که ازتون پول یا وسیله بکنند اضافه میکنید اگه قدرت نگفتن ندارید به کسی نگید به زودی او درخواست بیجایی از شما خواهد کرد پیامد مخرب سوم سرقت هست دوستی دارم که به تست درآمدزایی ایده بسیار خوبی برای ساخت یک صفحه در اینستاگرام داشت و توی یک جمع ایدهش رو خیلی کوتاه مطرح کرد و گفت داره روش کار میکنه حدود یک ماه بعد متوجه شدیم با همون ایده یه صفحه موفق را اندازی شده به طوری که دوستم کلا خالی کرد و انرژیش برای انجام اون کار تخلیه شد بعد از مدتی فهمیدیم یکی از افراد همون جمع ایده ای رو که از زبان ایده پرداز شنیده کاپیده و بیدرنگ برای خودش به اجرا درآورده و اما مدل زیادگویی دوم که آسیب میزنه یه ضرب مثال قدیمی کوچه بازاری هست که میگه به کسی نگو شلوار پات نیست نه تنها شلوار بهت نمیده بلکه همه جا آبروتو میبره دوست من با کسی درد دل نکن عموما در تمام موارد مون منجر به پشیمانی خواهد شد خیلی سخت و نادر خواهد بود پیدا کردن کسی که بشه پیشش درد دل کرد و پشیمان نشد ولی بیشت هیچ سودی نداره شاید به جز والدین مشخصا مادر کسی تو دنیا نباشه که بشه پیشش درد دل کرد اون هم شاید اما مادر از خودت بیشتر قصه میخوره پس اذیتش نکن اگه با کسی درد دل کنی و بر علیه خودت استفاده نکنه که در بهترین حالت ناخداگاه میکنه ولی به طرف ذهنیت مغلوب میدی از خودت تو در ذهنیت کسی که پیشش درد دل میکنی ضعیف انگاشته خواهی شد وقتی شما از موضوعی میگید که در زندگی شما رو آزار میده هیچ کس شما رو درک نمیکنه و بر اساس اون عدم درک یا درک غلط چیزی میگه که شما اذیت میشید تازه اگه خیلی آدم حسابی باشه و به عنوان ضعف ازتون حرفا رو برداشت نکنه و بر علیه خودتون استفاده نکنه پس درد دل کردن نه تنها اصلا تسکین مدارونی. نیست بلکه سم مضاعف هم هست با کم و هاتون زندگی کنید و سعی کنید تسکین دیگه ای برای دلتون پیدا کنید اصلا مهم نیست که چه نظری میگیرید همیشه نظرها باعث سرخوردگی خواهد بود مشاهده چهار نوع واکنش بعد از درد دل کردن حتما حال شما رو بدتر میکنه اولیش اینه که در 99 درصد موارد بدون اینکه شنونده ابعاد کاملی از درد شما بدونه قضاوتی میکنه که اعصابتون رو بیشتر به هم میریزه و موجب این میشه که بیشتر توضیح بدین و این خیلی آسیب میزنه یعنی مثلا اگه شنونده بگه نه ببین به نظر من تو باید فلان تو نباید بهمان و غیره این کمتر آسیب میزنه تا قضاوت از نوع مقایسه که بگه ببین تو نباید فلان من پارسال اینجوری اونجوری فلان کردم ولی تو این کارو کردی و وقتی این مقایسه رو میبینید که بدون درک کامل تمام ابعاد مشکل شما صورت گرفته واقعا آزار میبینید جای به هم میریزید که در مقام توضیح بیشتر قرار میگیرید پس رفیق بذار باهات خودمونی حرف بزنم این دهن لامذهب رو ببند واکنش مخرب دوم اینه که حتی ممکنه شنونده تو حرفاش منظوری نداره ولی شما منظور تلقی کنید چون اون درد شما رو میدونه حالا شما با علم بردانستن او از راز شما چیز دیگه ای برداشت می کنید. ممکن بود اون شخص همون حرف رو قبلا هم بزنه بدون اینکه پیشش درد دل کرده باشید ولی حالا که درد دل کردید ممکنه منظوردار تلقی کنید و این آزارتون میده واکنش مخرب سوم اینه که خیلی وقتا هم آدما نمیخوان از درد کسی سوء استفاده کنن ولی متاسفانه در شرایط مختلف این اتفاق معمولا میافته کافی مدتی بعد از سر مسائل پیش پا افتاده با شنونده دلخوری براتون پیش بیاد واکنش مخرب به چهارم اینه که ممکنه دیگران از روی منطق بفهمند چه اتفاقی براتون افتاده ولی همدردت نمیشن از دردت کم نمیکنند چون نمیتونن کم کنند و شما اینو میفهمین و آزارتون میده پس بیایم کار بیهوده انجام ندیم و اما راه حل باور کنید برای تسکین فقط گفتن دردها و به زبان آوردنشون بار فشار روانی دردها رو کم میکنه. نمیخوام شاعرانش کنم با کوه درد دل کنید با یه عکس درد دل کنید با حیوونا حتی با اشیا درد دل کنید با خودتون حرف بزنید بعضی وقتا تنهایی بلند, بلند بلند با خودتون درد دل کنید با پروردگارتون درد دل کنید ولی با هیچ انسان دیگه درد دل نکنید ممکنه بگید دارم میترکم باید بگم درد دلم تا سباک شم بگید ولی به یه آدم دیگه نگید من میگم حتی ارزش نداره ده نفر رو تست کنید تا به یه مورد خوب برسید تا یه شنونده بی قضاوت پیدا کنید ده نفر آسیب های روانی بیشتر و جبران ناپذیری بهتون وارد کنند، من یک ویدیوی کامل برای مواجهه با این مشکل تهیه کردم که منتشر می کنم اما الان خیلی کوتاه در باب حل این مشکل باید بگم همه دردها در ذهن ماست برای تسکین دردهای درون باید ذهنمون رو پرورش بدیم نه زبانمون رو